سلام، در بدون تعارف این هفته به مناسبت ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم کلام شدیم با موسفیدی که بیش از نیمی از عمرش رو صرف پژوهش در تاریخ معاصر کرده، کتاب‌های زیادی نوشته و کلی نکات و خاطرات جالب و شنیدنی داره. خب استاد، من ماسکمو با اجازه شما بردارم. بله، منم برداشتم. بله، همیشه ماسک دارم، ولی الان جلوی تلویزیون و جلوی شما تماشاگران گرامی اجازه بدید که صورت منو ببینن. من این صدا خفه میشه وقتی ماسکو میزنیم. چاره ای نیست. سال کرونایی دیگه. سال تیفوسی داشتیم، سال طاعونی داشتیم، سال وبا داشتیم، سال دمپختکی داشتیم. اینم در تاریخ میمونه. استاد متضد میگید ما کجا رو انتخاب کردیم برای گفتگو؟ شاه معمولا دفتر تابستانیش اینجا بود تا سال 45. 45 که کاخ نیاوران میسازن، اینجا شاه کمتر میومد، بیشتر اونجا بود. و این دفتر احتمالاً برای دفتر میفرمایند این سرکار خانم که بسیار دختر باسوادی بودن، گفتن کارتر ما اینجا عکس داریم. استاد، خسرو معتضد چند سالشون امروز؟ 30 خرداد 1321، 78 سال. اهل کجا؟ اهل تهران. تهران خیابان چراغبر. بچه چراغبر. بله. کار اصلی شما، کارتون روزنامه نگاری بوده دیگه؟ بعدها. من چی بود اول شغلتون؟ من از بچگی رادیو بودم، باور نمی کنید. اولین بار که اومدم رادیو 1337 بود. بعد عرض شد حضور انورتون که من از گفتم سالهای 1338-39 تو مطبوعات بودم، مقالات من هست تو روزنامه چاپ می شد، خیلی هم سر و صدا می کرد. سال 46 دوم سردبیر مجله ترقی، 22 ساله بودم. 22 ساله سردبیر. بله، اسمم هم هست اون مجله. قبل از انقلاب که سردبیر شدید و می نوشتید در روزنامه و اینها، در خصوص شاه، رژیم پهلوی چی می نوشتید؟ اولا روزنامه نگاری در زمان شاه اینطور نبود، شما فکر کنید خیلی ساده بوده. اواخر که امتیاز فقط خود شاه باید صادر می کرد، یعنی باید گزارش به عرض برسه که آقا ایشون روزنامه بهش بدیم یا نه، نبود. اولین بار که تو پوزه من زدن، اینو دارم میگم، یک مقاله بزرگ نوشتم، اعتصاب تاکسی ها جشن درشکچی ها. درشکچی بودا بعد چی کار کردن با تون؟ جان بعد چی شد؟ احزار. آقای معتزد شما خیلی فضولی میکنید، شما مگر این کاره نیستید؟ گفتم من روزنامه نگارم، استاد من روزنامه نگاری من آقای نصرالله فرگیر دادم بهتون. بعد جوری احزار کردم، با چخم و شما چطوری نوشتید پاکش کنید؟ آقا روزنامه رو در آوردم. آیا من نویسنده برای آریامهر بودم؟ بفرمایید. اینم اونی که باید بگیر که اینا که آقای معتزد در وصف آریامهر، آقا این ممنوع قلمم و اون مقاله رو. این برگه چیه؟ این برگه ساواک. که چی؟ دوربین باید بگیره. نویسندگان ممنوع قلم و ممنوع خروج. ببینم اینو. بفرمایید. بلند بخونید. خواهش می‌کنم بلند بخونید. اسامی نویسندگان ممنوع قلم در سال‌های 42 تا 57. بله بله. نام شما در ردیف بالا. بله. خسرو معتضد. بفرمایید. پس این نبود که شما در اون دوره یک روی کردی داشتید بعد که رژیم پهلوی رفت عوض کردید خودتون رو؟ من دو نقاط مشترک با دولت ها دارم. نقطه مشترک من با جمهوری اسلامی دفاع از مرزهاست که داره انجام میده، کمان که نذاش یک دهکده از ایران جدا بشه. صدام گفته بود من 5 روزه اهواز رو بگیرم. آبادانی که در این زمان شده، دیروز یه مصاحبه رادیو انقلاب با من تلفنی کرد، گفتم شما دوربین رو برداشتید به ایران رو ببینید؟ نمیبینید که، برید بچرخید ببینید. قبل از انقلاب مگر اینها نبود؟ آقا اینطوری نبود، تهران ایران چنین چیزی نبود. شما الان برو ببینید چه اتوبانایی ساختن، شما دو طرف جاده رو ببینید، ببینید چقدر خونه ساختن، دانشگاهیان براشون خونه ساختن، بنادر رو نگاه کن، خیلی کار شده تو این 42 سال. آقا همه دزدن؟ نه خیر، زمان شما دزد بودن، خیلی دزدای بزرگ بودن، جاسوسی هم میکردن. من اسنادشم در آوردم، چاپ هم کردم، همه جای دنیا منتشر شد. دای یعنی سازمان اطلاعات و امنیت رومانی، کی براشون جاسوسی میکرد؟ در رأس مملکت، در رأس دربار، کسی که برادر شاه بود برای جنرال یون میهای پاسپا، رئیس سازمان امنیت رومانی جاسوسی میکرد. تمام اسنادش در اومده.
بنابراین این نیسته که بگه اون موقع بهش نخل بهش نبود. اگر بهش بود چرا 400 تا جوان تو خیابونا کشته شدن؟ اون شکنجه هایی که آتش می‌زدن، اتو می‌ذاشتن، دروغ نبود. من یه کتابی دارم، شخصی به نام محمد مددزاده فوت کرده اگر اشتباه نکنم، یک گزارش از ساواک چاپ کرده، نوشته زنی رو آویزون کردیم از بالا به پایین، پاش آویزون کردیم و این زن جنین داشت. بعد اومده نامه نوشته، من استعفا میدم. اون کسی که تو کاربند بوده در یکی از شهرستان‌ها از تهران رفته بود، گفت این مامورین بسیار بی‌شرم بودن و این زن بیچاره رو آویزون کردن و این زن حامله بود، جنین داشت. آقا اینا رو کردم بی خود که از بین نمیرن. ببینید چه اتفاقاتی افتاد. خب میگن شما چرا اینا رو اون موقع که خبرنگار روزنامه‌نگار بودید نمی‌نوشتید؟ مگه میشد نوشت؟ هر کسی بودید شما تابع سانسور بودید، یعنی شما رو روزنامه رو میدیدن. من یه روز گفتم آقا چرا اطلاعات اینو چاپ کرده؟ گفت اطلاعاتو ما زورمون بهش نمی‌رسیم، به خاطر سناتور مسعودی. شاه انتقاد رو تحمل نمی‌کرد. من یه برنامه‌ای دارم تهیه می‌کنم، چرا شاه سقوط کرد؟ خراب کرد خودشو. چرا؟ برای که به دامن آمریکا افتاد، یه مقدارم تقصیر شوروی. مردم نسبت به دولت ناباور شدن. دیروز یک کسی برای من تعریف می‌کرد، میگفت جشنای شاهنشاهی که گرفتن خیلی خرج شد. یواشکی اومدن گفتن از پول گاز و پول گاز نبود، پول تلفن و پول برق مردم اضافه کنید. پشت سر هم جشن، آقا مردم توی مملکت آب ندارن. خبرنگارای آمریکایی اومدن رفتن اطراف شیراز، میگه مردم این بدبخت و بیچارهن، شما اومدید چنین عظمتی 950 میلیون دلار از یک کشور فقیر اومدید خرج این جشنا کردید. جشن شاهنشاهی. بله. دیگه چی؟ بعض مردم خوب نبود اون موقع؟ بعض مردم نخیر. این بگن آقا بهشت بود، خندان بودیم. اولیارزاد شهبانو تشریف می‌بردن سنگال، تعظیم می‌کردن شهر، عرض شود که چیزو بسازید، شهر فرد. 1 میلیارد دلار. منبع من چیه؟ مهندس قباد فقیمی. فرح میرفت میگفت شهر بسازید به نام آقا. 1 میلیارد بدید شهر فرح رو بسازن. 1 میلیارد به شهر لندن، آب لندن. یعنی دولت ایران به دولت انگلستان 1 میلیارد دلار وام میده که آب لندن و مردم آب خوب بخورن. آب لندن شربش خوب نیست، رود تایمز آلوده است. حالا فکر کنید در ایران تشنگی بود، در ایران مردم آب نداشتن، خب اینجا کی نمیشد دیگه؟ این پولا به کشورهای دیگه باج داده میشد؟ دقیقاً آمریکا دستور میداد. ایدی امین اومد ایران، یه دیوانه زنجیری، فیلمش رو دیدی؟ اون فیلمی که گروگان میگیره یه ده مسافرانو. ایشون اومد رفت پلوش شاه، یه شب مهمان احتمالاً همینجا بوده، شاید هم چون اینجا جلساتی که مثلا می‌خواستن بپذیرن اینجا بود. صبح که میرفت 200 میلیون دلار بهش هدیه داده شد. شاه میتونه شاه مملکت بده 200 میلیون دلار بهش؟ 200 میلیون دلار دستور داد. همه اینام هست تو کتاب سبز بذار. بوان اومدی ایران خیلی ممنون، دست درد نکنه، قربان تو، 200 میلیون دلار. خب شاه کشور تو اون زمان برای چی این باج ها رو میداده به کشور؟ برای اینکه بمونه، برای اینکه آمریکا دستور میداد. آمریکا غلط میکنه. آمریکا به قول یک کسی اومده بود، الان یادم نیست که، گفته بود همین الان اگه من جای شاه بودم سفیر آمریکا رو بیرون میکردم. چرا آمریکا اینقدر دستور میده؟ چی شد؟ انقلاب شد. انقلاب برای اینکه مردم ناامید شده بودن، از همه چی ناامید شده بودن. آقای ارشد هویدا میگه مملکت داره غرق میشه، مملکت غرق فساده، دربار پر از فساد بانبازیه، منم دارم تو این لجن غرق میشم. رشوه دادن در ایران یه امر عمومی شده بود، یعنی هر کسی میگه حالا که همه رشوه میگیرن منم میگیرم. این طلایی که شما، این چهره طلایی افسانه است، تو خواب ماست. مدینه فاضله آقا همه خوش بودن، تو خیابان شمران میرم الانم میرم. واقعیت اینه که ما تو تحریمه، اینو باید قبول کرد. تحریمی که الان آمریکا بر ما کرده ظالمانه ترین، بی شرمانه ترین و بی رحمانه ترین تاریخه، تحریم تاریخه. چرا این کارو میکنه؟ میخواد ما نابود بشیم. ما قبلا که خیلی خوب بود، 11000 افسر آمریکایی مستشار بازنشسته تو ایران بودن. عرض شود که ایستگاه‌های پرندک و عرض شود که بندر بهشهر، کپکان، تمام مرزهای شوروی ما ایستگاه‌های جاسوسی CIA بود. بنابراین جوانان ایرانی باید بدونن اگر یه تیک از این مرز جدا بشه تو سر خودمون میزنیم، کمان که الان داریم میزنیم. 600000 کیلومتر در زمان عرض شود که از فتلی شاه تا ناصرالدین شاه جدا شد.
بنابراین جوانان باید کتاب بخونن. این مزخرفاتی که میگن من میبینم اینقدر میخندم. یارو بی سواده، آقا بی سواد نمیتونه حرف بزنه. یه چیزایی میگن آقا در اون دوران اینطوری بود، در اون دوران همه خوش بودن، همه خندان بودن. خجالت بکشید، مردم ایران که همش یده نبودن که. در رابطه با امنیت کشور بخواید مقایسه کنید در برابر این خودکفایی، در برابر اینکه دفاع کنیم از کشورمون، مقایسه کنید اون دوره رو با الان. امنیت در ایران الان بسیار عالیه با این جنبه موشکی، با این حمایت. چرا میگم اصغاری فرار میکنه؟ اصغاری فرار نشد تو حرف من نشد. نیاد از ایرانی رو هرگز تهدید نکن. هرچند اصغاری میره بغداد زمان جنگ ایران عراق، صداش میکنن، ازش میپرسن میگن آقا چرا شما، ما شهرهای شما رو موشک میزدیم، شما نمیتونید شهرهای ما رو موشک بزنید؟ گفت خرید اصلی دست ما نبود، خود آمریکایی‌ها تصمیم می‌گرفتن، می‌خواستن ما محدود باشیم، موشک زمین به زمین نمی‌دادن. شما می‌بینید که می‌یادن دسفولو می‌زدن، داغون می‌کردن، شهرهای جنوبی ایران رو بارها بمباران کردن، ما نمی‌تونستیم بزنیم. شاه کشور که اینقدر خوش خدمتی برای آمریکایی‌ها می‌کرد، چطور بهش نمی‌دادن؟ همین، نمی‌دادن، برای اینکه باید محدود باشه. چند کتاب نوشتی؟ 153 جلد کتاب. 153 جلد بله. عنوان کتاب، بعضی سه جلدیه، بعضی ده جلدیه. تحت توصیه یا فشار نیستید که چطور بنویسید تاریخ رو؟ کی جرأت داره؟ هیچ کس نمیتونه، برای که من نوکر دولت نیستم. من یکی از آزادترین و آزادترین نویسندگان تاریخ هستم. اینا من در تاریخ به بی‌طرفی معروفم. هر کیم قبول نداره به قول معروف بذار پشت دوری. بنده مزدورم، بنده نوکرم، بنده هر شب به من دستور میدن. تو یه روز پرسید آقا این صحبتایی که تو تلویزیون میکنید خودتون میگید؟ گفتم نه، یه دستگاه اینجا گذاشتن، این دستگاه رو روشن میکنم، من صحبت میکنم. گفتم من کسی رو قبول ندارم به من یاد بده. به عنوان یک تاریخ نگار صدام گرفت. به عنوان یک تاریخ نگار ولی این روزا گرفت. میز کار شاه رو نگاه کنی؟ بله بله. بله دیدم اینو. چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ به ذهن من یه آدمی که اطرافیان دزد، نادرست، دروغگو داره، حتی علم که میگه امسال 5 میلیون دلار نه تومن زمینای خودم رو فروختم، بعد میاد توی یادداشتش فحش میده. در حزب ایران نوین از جناب آقای هویدا پرسیدن بحرین چی شد؟ آیا لازم بود ما بحرین بدیم؟ نمیشد این نگه داریم، این مسئله بمونه در آینده؟ گفت بحرین دختری بود که بزرگ شده بود و شوهرش دادیم. کی اینو گفته؟ آقای هویدا. الانم داره بچه میزاد. سال 35، از سال 35 شروع کنید، همین اعتیاد اومد تو مملکت. چرا جلو اعتیادو نمیگرفتن؟ تمام این باندا رو نوشتن. خیلی خوب. برای جوانا تعریف تاریخ، برای اینکه ما رو برگردونن به عقب. نمیشه برگردیم. خرابه بود. استاد ما آخر برنامه بله. یه سوال داریم. میگیم بدون تعارف در این جملتون. بله. الان هم میخوام شما بدون تعارف در این جملتون رو با هر کسی که دوست دارید بفرمایید. همه تون رو دوست دارم. این ضعف منو، این عیب منه، دست خودم نیست. چی؟ عشق نباید بریزم. بارها گفتم نگیرید، دست خودم نیست. جناب خبرنگار عزیزه دوست من که با هم تازه دوست شدیم، بله، مملکت ما خیلی لیاقت داره. ببخشید، خدا نگهدار. مخلصیم. گفتگو خوبی بود؟ بسیار راضی بودم. کار خبرنگار هر شاید پرسشه. کار خبرنگار کنجکاوی. یه نکته آخر بگم، عاشق مردم هستم. ایرانی ها مردمان نجیب، پاک، مهربان و حق شناس. استاد ماسکو بزنید که خداحافظ کنید.